ام... ب... 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 نفر بعد وریا جان بله بله وریا جان سلام وریا جان سلام می جان مخلصیم ممنون از اینکه اتاق زدید من در تو بک چنل به بابک عزیز داشتم میگفتم اولا که ممنون از شما و آرش عزیز و بابک و قاسم جان که این اتاق رو برگزار کردید من خوش داشتم تو بک چنل میگفتم که خوشحالم که شما آرمین و جمهوری بی خدایان دارید فعالیتتون رو در کلاب هاوس بیشتر میکنید واقعا جاتون خالی بود مرسیم. و تبریک میگم خوشحالم که هستید واقعا حضورتون خیلی خوبه در باب آزادی بیان هم راستش من چون حرفا رو گفتم تکراری میشه من با بیشتر آنچه که آرمین جان گفت موافقم راستش اول من که اومدم بالا فکر کردم آخر اتاق اومدم تبلیغات دیبیت خودمون رو بکنم در باب گیاهخواری اومدم بگم حالا قبل اینکه بسته بودم <applause> <applause> ادامه بگم بری از که خود حالا فستا بگو دیگه من نمیگم و در باب آزادی بیان فقط چند نکته به ذهنم میرسه حالا در تایید آنچه که گفته شد حالا نمیدونم دقیقا موضع آرمین تا حدی فکر میکنم فهمیدم موضع آرمین رو فهم میکنم با هم موافقت داریم من همون چیزهایی که در گفتگو با زئوس و شاهین عزیز گفتم و فقط در دو, دو سه دقیقه خلاصش کنم فکر میکنم نکات مهم نیست یکی این که اگر قراره آزادی بیان به عنوان یک ابز... به عنوان یک چجوری بگم یک ابزاری استفاده بشه که آقا جهان رو برای ما جای بهتری بکنه یه کاری بکنه که جامعه بتونه کشف و شهود بهتری بکنه عقاید مختلف شنیده بشن و آرا صورت بگیره خب این یک پدیده جدید است یعنی چیز تاریخی نیست یک از دوستان فکر میکنن که آقا قدیمان مثلا در مورد آزادی بیان حرف زدن مثلا میگن یعنی آقا اینالقزات حلاج نمیدونم حافظ اینا هم گفتن ولی نکته واقعا اینه که اینطوری نیست اونها فکر میکردن که حق با اوناست یعنی اینکه حافظ میگه گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند جرمشان بود که اسرار هویدا میکرد اتفاقا داره میگه آقا هر چیزی رو هم نباید بگی یه چیزایی مال ماست از, از, از اصرار رو ما تا, تا نگویی سر سلطان را به کس تا نریزی غند را پیش مگس یه کمچین چیزی یعنی آقا اگرم به اسرار الهی و اینها شما با پیدا کردی دست سید. به هر کسی نگو آقا این دور و گوهر گو رو دست همه ننداز در حقیقت حرفشون این بود که آقا بذارید ما بگیم درست چیه ما که فهمیدیم باطل چیه ما که فهمیدیم درست چیه ما باید حرف بزنیم اینا نمیذارن ما حرف بزنیم این شهنه و نمیدونم این این اوباش و عرازل و این کسانی که این کوته هاستینان به قول حافظ اینا نمیذارن ما بگیم ولی ما باید حرف بزنیم نگاهشون این بوده کاملا برعکس اون چیزیست که ما الان داریم به عنوان آزادی بیان ازش حرف میزنیم اون چیزی که مثلا سال 76 فکر 1766 تو سوئد اولین بار مطرح شده که آقا آزاد باشیم بتونیم حرف بزنیم یا 1791 توی فرست امندمنت اومده توی اون اصلاحیه اول اومده یا بعد از اون حالا تو ماده 19 حقوق بشر که آقا هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است و این حق شامل آزادی داشتن باور و هر عقیده بدون نگرانی از مداخله و مزاحمت این خیلی مهمه و حتی حق جستجو یعنی پیدا دنبال اطلاعات گشتن حق جستجو و دریافت و انتشار اطلاعات این یه چیز جدیدیه و باید خیلی قدرش دونست واقعا و اینم بگم جان میلتون یه حرف بامزه ای میزنه میگه آقا سه تا وجه داره آزادی بیان یکیش حق یعنی سه بچه. همه این سه وجه مهمن یکیش حق جستجوی اطلاعات و ایده هاست یکیش حق کسب این اطلاع یعنی اول جستجو بک با... حق داشته باشی جستجو کنی دوم حق داشته باشی کسبشون بکنی و سوم حق داشته باشی آشکار و ابلاغشون بکنی اما این رو بعد در نظر گرفت چند تا نکته رو آرمین گفت که من حتی کنم یه چیزهای بیشتری هم میشه بهش اضافه کرد این حق شامل اسرار سری آدم ها نیست یه چیزهای مربوط به مسائل شخصی آدم هست. شما اگر آشکار بکنی میتونن شکایت بکنن از دست شما این حق شاقل شامل حق کپی نیست شامل پراکندن چه میدونم اندیشه هایی که باعث نجات پرستی میشه باعث چه میدونم هم میشه باعث درد و رنج میشه نیست چرا؟ برای اینکه این نکته خیلی مهمی این وسط هست که آقا آزادی بیان با آزادی عمل فرق داره بعضی چیزها عمله یعنی وقتی من به یک آدمی لیبل میزنم دارم یک عملی انجام میدم یعنی چیکار میکنم دارم به آبروی اون آدم حمله میکنم یک مدل هایی از حمله تو آزادی بیان که لیبل زدنه مثلا اتیکت چسبوندنه و گفت یک یک اتهام زدنه اینها دیگه شامل افت... آزادی بیان نیست اینا شامل حق توهین کردن نیست این نیست که آقا ما آزادیم توهین بکنیم شما بله در قانون آمریکا آزاده تو انگلیس هم آزاد شما میتونی هر توهینی به هر کسی بکنی اونم دوست نداشت نمیشنوه ولی یک مثلا اگر شما به یکی بگی آقا ش... شما اختلاس کردی شما دزدی کردی اون آدم حق داره بره احقای یعنی شرافتش رو بگه شما شرافت منو لکهدار کردی آبروی منو از از من گرفتی اعتبار منو گرفتی حق شکایت داره پس این شامل آزادی بیان نیست در کنارش اون مدل از افکاری که نشون دادن فاسدن یعنی نشون دادن نتیجهشون خطرناکه مثل نازیسم مثل نجات پرستی اینا شامل آزادی بیان نیست شما حرفایی بزنی دفاع رسمی از هیتلر بکنی بگی خوب بود بخوای حزب تشکیل بدی حزب ناتسی جلو تو میگیرن حتی خط قرمزهای دیگری هم هست یعنی شما اگر بخوای تمامیت ارضی یک کشور رو زیر سوال ببری بازم جلو تو میگیرن یعنی این هم هست به این راحتی ها نیست که آقا همه چیز آزاد است اون چه که اصل جان گفت که منم تا حد زیادی موافقم اینکه میخوام مکسیموم آزادی برسیم این کاملا درسته ولی یه نکته فقط از این میکل جان میکل جان من بگم که خیلی نکته مهمی است میگه آقا برای برای اینکه یک سیستمی کار بکنه ما یک رای دهنده آگاه و دانا باید داشته باشیم و برای اینکه یک دانش و دانایی کاملی داشته باشیم باید این انتقال و رد و بدل اندیشه و ایده ها راهش باز باشه راهش برای ما باز و دموکراسی ما هیچ وقت حقیقی نمیشه مگر اینکه این اتفاق بیفته یعنی آدم ها بتونن با هم گفتگو کنن و کسانی که تو قدرت هستن زیر دستان رو گمراه نکنن ذهنشویی نکنن تخریب اذهان نکنن اطلاعات رو نگه ندارن خفه نکنن اعتراضات و نقد ها رو خب اگر این اتفاقات نیفتد اون موقع ما یک مدلی از جامعه داریم که به صورت سالم و تمیز اون وقت تصمیم میگیره که چیکار بکنه در جامعه که جلوی آزادی بیان گرفته شده جلوی حقیقت گرفته شده و ما به, سرنو... به خوش سرنوشت نخواهیم این بود این رو این دموکراسی های غربی فهمیدن که به می فکر میکنن ما هنوز در شرق نفهمیدیم هنوز ایده فکر میکنن یک مستبد مثلا وطن پرست بیاد سر کار رو بکشه یه ایده رو سرکوب کنه خوب چیزیه و این خیلی خیلی جای سرشکستگی است که ما بعد از چند هزار سال استبداد و نبود آزادی بیان و نبود حقوق ساده انسانی هنوز فکر میکنیم یه کسی بیاد یه عده دیگر رو سرکوب کنه خوبه هنوز فکر میکنیم آقا ما بیایم دیگران رو فش بدیم از من از بیرونشون بکنیم یک جوری فضا رو خالی بکنیم از مخالف این یعنی خوبه چون ما درست رو فهمیدیم و من فکر میکنم اگر حاصل این اتاقهایی که در باب آزادی بیان همین نکته باشه که آقا یک چیز قیمتی و است و ما باید بهش احترام بذاریم یک ارزش بزرگی است که دست پیدا کردیم ازش حمایت و محافظت بکنیم من فکر میکنم بهترین اتفاق افتاده ببخشید من زیاد حرف زدم و مرسی که منو دعوت کردید و بازم میگم خوشحالم که حضور دارید اینجا مرسی بچه ممنون بریه. من سوال دارم در بر چیزایی که گفتی اگه اجازه بدی هستی من پس شما برای این عقیده هستین که مثلا نجاستیزی آزادی بیان شاملش نمیشه حتما من فکر میکنم اون عدد. ببین اون من معتقدم که یک اندیشه ای که نشون داده تو عمل نشون داده که نتایج بد به بار میاره در عمل نجات پرستی نشون داده که آقا آدمی که نج... یعنی وقتی نجات پرستی حکم... حاکم میشود نازیسم و فاشیسم از توش در میاد به اندازه کافی قیمت دادیم الان اگر یک آدم نجات پرست بیاد حزب را بندازه و اساسش رو بر سوشال داروینیسم بذاره و فکر میکنم به صورت قانونی میشه جلوش رو گرفت دیگه آزاد نیست پس شما مخالف قوانین آمریکا هستید <applause> قوانین آمریکا من نمیدونم آیا قوانین آمریکا شامل نجات پرستی می شود یعنی شما به نجات بل. پرست میتونید حزب نجات پرستانه تشکیل بدید بله بله خب من حتما من با این قانون مخالفم ولی خب قانون باید ولی حالا شما حالا حزب قانون شما حزب حزب, هم... حزب میتونید تشکیل بدین خب ولی توی آمریکا فقط دو تا حزب <applause> میتونن قدرت داشته باشن ولی مثلا شما میتونین می تو آمریکا گروه های نازی داشته باشین حتی پلیس میاد اگه مردم بخوام به شما حمله بکنن به خاطر اینکه نازی هستین پلیس میاد از شما دفاع میکنه اگه شما بخوام بیاین بیرون مثلا تبلیغ بکنین نازی بودنتون رو این آزادی بیان رو دارین تو آمریکا بله بله درسته آره من می ف... آره فکر می کنم درست آره من من اصلا شاید در مورد آمریکا اشتباه فکر میکنم درست میگردم به خاطر آوردم که این مسئله است توی انگلستان فکر می کنم نیست شما اگر علنا اعلام بکنید که نجات پرست جریمه تون می یک جریمه ای داره و مطمئنم که نمیتونید حزبی تشکیل بدید که بر اساس نجات پرستی باشه مثال خوبش رابینسون بود این پسر که اسمش سامثینگ رابینسون اگر دوستان سرچ کنن پیداش میکنن که تمام سوشال میدیاش دیلیت شد چون حتی رسما نگفته بود من نجات پرستم اما چون یک نجات پرست و مس... اسلام حراس معروف شده بود با اینکه من با خیلی از آرگومنتش هم حتی موافق بودم ولی شم... محدود شد آره شما پ... می بله بله آن اون انگلستان فرق داره با امریکا پس شما میگین که اگه ما از تاریخی بتونیم نشون بدیم یه سری عقایدی هزینه داره بیان این عقاید و غیرقانونی کردن شما میگیم فکر میکنه این کار درستیه من فکر میکنم آره فکر میکنم اگر نشون داده بشه ام. اونقدر شواهد داشته باشیم که مثل روز روشن باشه برامون که آقا خب. این مدل از پد... خب ما... ان... ان... این مدل شوا... از اندیشه فاسد است یعنی, یعنی... خب یعنی... دیگه خب ما این شواهد این و... از... و... ما این شواهد و... ما این شواهد در برای اسلام داریم آیا شما فهمیدم آره اصلا... خب همین اسلام آره, آره, آره اسلام آیا اسلام اقرق... آره شما طرفدار این هستین که ما اسلام, اسلام غیر اقرق... جهادی رو داریم آره آره اسلام نه. جهادی رو داریم همه داریم. همه اسلام همه اسلام نه من فکر نمی‌کنم همه اسلام نه دیگه خب مشکل خب... اینجاست که ورار... کسی که مسلم لزوما اسلام این گونه نیست ولی فاشیسم از دل ما تا حالا ندیدیم که یک حزب فاشیستی حزب فاشیستی به قدرت برسه و حزب... بگه آقا دیگری رو من تحمل می‌کنم حزب... آزادی بیان حالا حزب خب آزادی بیان برای نجات ستیزی رو خب یه کسی بیاد بیاد مثلا صحبت کنه حزب میخواد تشکیل بده خب میخواد یه گروه تشکیل بده یه مؤسسه یه نجات ستیز صحبت کنه تبلیغ بکنه به نجات ستیزی تبلیغ بکنه مردم رو به این افکار شما میگین این باید قانونی باشه یا غیر قانونی حتما غیر قانونی دلیل هم اینه آه. ما وقتی که داریم میگیم ما از یک اندیشه نجات وقتی داریم حرف میزنیم داریم میگیم آقا انسان به خاطر یک نوعی از حیات یک گونه ای از حیات حقوق بیشتری دارد نسبت به دیگران خب اگر این یعنی و, و, خود به خود داریم انصاف رو میبریم زیر سوال ب... و داریم قرآن, برطلش... قرآن, ام... هم قرآن هم همین در من میگه قرآن هم همین در من کافر در همین میگه خب همین همین نکته من اینه اون بخشی از اسلام که اینطوری قرآن رو چون چون متاسفانه من هم با تو موافقم که به نظر میاد خانش نزدیک به متن اتفاقا و درست از قرآن اتفاقا از دلش راحت تر طالبان در میاد و آیسیس در میاد نه, نه من طالبان نمیگم من خالص طالبان قسمت قسمت جهادیشو نمیگم نه نه من نکته من نکته من اینه که یک من معتقدم منم با تو موافقم که این قرائت ساده از قرآن اصلا درست درست تره شاید عقلانی تره چون تاریخ هم همینو نشون میده اما اگه قرار باشه ما تمام مسلمانان رو توی این دایره جمع ببندیم بگیم آقا همه شما نگاهتون به جهان فاشیستی همه شما باور دارید که آقا مسلمان از غیر مسلمان بدتر است خب این غلطه چون میگن نه باور نداریم و اون کس اون مسلمانی که میگه من همچین باوری رو ندارید. دارم باید به اون که میگه باور داره یعنی میگه آقا من باورم اینه اللهی هست محمدی هم هست قرآنی هم هست اما به برابری مثلا حقوق مسلمان و غیر مسلمان باور دارم به قانون قصاص باور ندارم به سکند کلاس بودن زنها باور ندارم من فکر می کنم قرآن فقط برای یک داستانای تمثیلی داره برای زندگی معنوی ما خوبه من کاملا مثلا به آزادی باید خب یه بخش گنده ای از مسلمان ها این، این, این هست حتی سمحریس میگه 25 درصد 25 بیجن. درصد سمحریس میاره که جهادیان بگو, بگو من مسلمان رو نمیگم من خود قرآن رو دارم میگم خب چاپ قرآن چاپ کردن قرآن میشه بیان عقایدی که میگه من تا... من من کافر من مرتد تا ابد باید هیزم جهنم بشم اینم قسمتی از قرآن نیست که بگیم طالبان یا داعش و اینا اعتقاد دارن خب اینکه که ما نا... غیر مسلمانان قرار بریم جهنم تا ابد خب که ما پستریم شما گفتین که مثلا عقاید نجاستیزی داره میگه یه سری آدم های پسترن و این خیلی بده این خیلی عقاید زشتی باید قانونی باشه خب حتی قو... حتی عقاید اسلامی هم که حتی جهادی هم نباشه غیر مسلمانان رو پستر از مسلمانان میدونه نه, نه متوجه شدم این نکته من اینه نکته من اینه ببین قرآن یه کتابه درست من اصلا باور ندارم که قرآن به خودی خود هویت دارد قرآن یه تیکه نوشته است ما میخونیمش در قرن 21 و, آنچه که ما میخوانیم میشه برداشت ما از قرآن یا اسلام آیا بردار... آیا امکان آیا امکان داره کسی قرآن رو بخونه این برداشت رو نداشته باشه آره نه داره دیگه یه بخش عمده‌ای از مسلمانان ندارن مثلا مسلمان مسلمانا رو اونه... من نمیگم نه ببینید مسلمانا اکثر ورژن مسلمانونا اکثرشون قران رو نخوندن تو که میدونی که اینو نه نه نفهمم اونایی اوناشون هم که خوندن فقط بزنور... قرائت میکنه اصلا نمیدونن از چی میخونن ب... ب... فقط آه آه م... یه بخش عمده‌ای از مسلمانا که قران رو خوندن که میگن اینطوری نیست دیگه من میگم جهادی م... بودن قسمت جهادی اسلام من من مسلمان من نمیگم من که نمیگم این مسلمانا رو غیر قانونی بکنیم من میگم خود کتابی که اصلا شما ببینید چند بار Thank توی قرآن گفته کافر را قرار برن جهنم خب، همین من... نکته من همینه ببین آیا ما حاضریم آیا ما موجهیم که ایلیاد و اودیسه رو غیر قانونی کنیم اونجا رسما نه ایلیاد و اودیسه مثلا آثار هرودت رو هرودت رسما ایرانی ها رو کمتر از انسان قرار می یعنی میگه آقا های سری ا... ا... ام... چ... چیه وحشیان هستن یعنی کلمه باربریانز رو من که نمیگم احشیان... من میگم همش آزاد باشه من میگم قرآن آزاد خبه. باشه دمیقن. انجیل آزاد خبه. باشه نژاد چیزی هم باید آزاد باشه من میگم همش آزاد باشه حالا حالا نکته من اینه اگر اومدند بر اثر آنچه که از هومر خانده اند بگن آقا ما ایرانیا رو باید بگیریم برده کنیم خب ما باید بگیم آقا این نوع نگاه به هومر غیر انسانی است غیر موجه است بعد جلوش گرفت این چون خطرناکه اما نمیشه خود هومر رو حذف کرد هومر اونجاست ما چطور میخونیمش میخونیمش واقعا یک زمانی یونانیا فکر میکردن قوم برگزیدن حتی در بایبل هم همینه آیا ما خود بای... دقیقا در بایبل در عهد کاملا واضحه که یهود قوم برتره اینا راحت میتونن یهودیا بر اساس آنچه که در کتاب عهد نوشته اگر قدرت داشته باشن جهان رو بگیرن برده کنن ولی بله. ما نمیتونیم بگیم کتاب عهد بده ولی اگر نه من میگم من میگم من بده کتاب اهدعتیق یک کتاب بسیار نجات ستیزی است نجات پرست و نجات شما اگه میخواین نجات رو غیر قانونی بکنید باید کتاب همه یهودی رو باید غیر قانونی کنید به شکل به کاملا واضحی نژاد یهودیت رو برتر میدونه این کتاب بشه. من موافقم من, من خب. میگم کتاب رو نمیشه غیر کرد ولی این خانش های نجات پرستانه و خطرناک از یک متن میتونه آه. غیرقانی باشه کتاب داره. نمیشه پس شما میگین اگه من چ... ن... کتاب بنویسم در نجات ستیزی رو تبلیغ بکنم کتابش کتابش رو بعد اجازه داشته باشم چاپ بکنم من اگه بیام مثلا من, فکر... من،, من،, من, میدونم در انگلستان فکر میکنم نمیتونید چاپ کنید ولی من موافقم اگر من من موافقم من فکر میکنم نجات پرستی به طور عیان یعنی اگر یک کسی این من اینجا کاملا نگاه هم پوپری به این پوپر چی میگه میگه آقا ما در دموکراسی و آزادی و در دموکراسی ما آزادی بیان داریم یک چیزو باید مواظب باشیم فقط و فقط ما باید, باید. باید من اگه امروز یک کتاب من امروز یک کتاب بخوام من, شا... من آقا فقط و فقط ما باید جلوی کسانی رو بگیریم که از راههای دموکراتیک و از آزادی بیان وارد میشن که همون آزادی بیان و همون دموکراسی رو از بین ببرن و کسی که نجات پرستی داره میکنه دقیقا روشش اینه داره از مسیر آزادی بیان وارد میشه که عده دیگری رو سرکوب بکنه آزادی بیان و حقوق اجتماعی و برابر کسی دیگر رو بگیره نوعی از خفه کردنه نوعی از چجوری بگم دیگر دیگری رو از میدان به زور به در کردنه برای همین غیر اخلاقی است باید جلوش گرفته بشه به نظر آره ولی انقدر میتونین جلوی عقایدی رو که دوست ندارین انقدر بگیرین که خودتون به که اینکه جلوی فاشیستا رو انقدر سعی بکنین بگیرین که خودتون تبدیل بشین به اون فاشیستا برای اینکه عقایدی رو که دوست ندارین نمیخواین حذف بکنین ولی من سوالم اینه ام اون ام شما شما میگی من اگه یه کتاب بخوام چاپ بکنم که بگم نژاد سفید پوست نژاد برتره شما میگین قانونی باشه یا غیر قانونی که بتونم کتاب من, چ... من, من از من رأی میدم به قانون به نوعی از قانون که جلوی خب نه این پرستانه رو بگیره خب پس من آه. اگه پس این کتاب غیر قانونی میشه که چاپ نمیشه درسته من من فکر من فکر می درست است که غیر قانونی باشه ولی خب آه. ممکنه خب نه نه سالدو... باشه من باشه نه نه خب نظر شما رو دارم میپرسم خب حالا اگه گفتم یک پس این کتاب غیر قانونی شد حالا اگه بخوام یه کتاب دیگه چاپ بکنم که داره میگه نژاد یهود نژاد برتره این کتاب هم باید غیرقانونی باشه من میخوام کتاب چاپ کنم این غیر باید باشه نظر شما درسته نه 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 کتاب نه 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 ببینید کتاب تاریخی یک نه. چیزه این که من بیام نه نه نه, ببینید نه. فرق میکنه من بیام به عنوان یک انسان حاضر قرن 21 یک جریان فکری را بندازم و تبلیغ بکنم نجات پرستی رو فرق میکنه با اینکه ما رفتیم در تاریخ فکر در تاریخ ت... تاریخ تفکر میگیم آقا اینا بخشی از تاریخ جهان بوده اینطور فکر میکردن اجداد ما ما دیگه ذهن نظر اجدادمون رو که نمیتونیم سانسور کنیم اما نظر آدمهای زنده الان رو اتفاقا میتونیم سانسور کنیم پس من, برم... سانسور... پس من برم پس من برم آه. کتاب آدولف بردارم به بجنگ... چون دیگه دیر شده دیگه چون تاریخی من کتاب چاپ بکنم متاسفانه تاریخی نیست پس من بج... اینکه اگه میخوام از نقاید تیزی ستیزی خودم بله پس... باش باش, باش پس من اگه بخوام از نجاستی تیزی تبلیغ بکنم برم همون کتاب آدولف و چون تاریخی شده برم اونو تبلیغ بکنم که بگن این کتاب خوبیه بخیر اگه بخن... شما تبلیغش رو بکنید و بگید درست است ما موافقیم خب اون وقت چه باز جلوتون من من معتقدم باید جلوتون آها پس کسی... پس کتاب عهد عتیق یهودیانو خب به عنوان تاریخی اگه مطالعه بکنید مشکل نداره ولی کسی اومد درسته پس اونم باید غیرقانونی قانونی بشه حتما, کسی... اگه... کسی که کسی که لیترال میخونه کتابه میگه ما باور داریم که نژاد یهود برتر است و بقیه باید برده نژاد یهود بشن این به نظر من یک افکار یک فکر مسموم و جلوش گرفته میشه آه، پس پس یه کسی هم که مسلمانی هم که گومگ گفته همه قرآن قبول داره اینم حرفش غیرقانونی قانونی باید باشه که نه 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 همه قرآن رو قبول داره فرق میکنه با اینکه ممکن همه بگن ما همه قرآن رو قبول داریم ولی بگن آقا اونطوری قبول داریم که یه بخشایش تمثیلی است یه بخشایش ناسخ و منسوخ اگه یه مسلمان بگه که من بس اگه شد. مسلمان بگه که من قبول دارم کافرها میرن جهنم طالبانی نیست دا داعشی هم نیست جهادی هم ام. نیست خب ولی به این اعتقاد ای نقطه ظریفیه من فکر کنم نه میشه, میشه چون آدما میتونن باور داشته باشن که میره جهنم اما اگر مسلمانی بگه آقا من بر آنچه در قرآن آمده باور دارم که من در دارالکفر زندگی میکنم و این کفار رو بعد گرفت دست چپ و این منافقین دست نمیگه. اینو نمیگه. رو زد نه من فقط میگم مسل... نه فقط داره میگه مسلمانان از نامسلمانان برترن این ب... این قا... من... این قا... من... من... من, فکر... من فکر جریمه بشه همونطور که یک نجات پرست جریمه بشه ایشون هم باید همه اکثر مسلمان ها این اعتقاد دارم وریا خب که خب من میدونم ولی علنا که نمیگن اون بخش من معتقدم اون بخشی از پس خفشان که من معتقدم باید باشون برخورد بشه همونطور که با نگاه های فاشیستی باید برخورد بشه با با دیگر ستیزی باید برخورد بشه یعنی آزادی بیان مجاز باز است ولی اگر قرار باشه ما از این آزادی بیان استفاده کنیم ادعی رو از هیته آزادی بیان پرتشون کنیم بیرون کمتر از انسان بکنیم حقوقشون رو ازشون بگیریم بگیم ما حق داریم که شما رو مثلا حذف بکنیم این این مدل برخورد دیگه به نظر من شامل آزادی باید. خب از شما از این موضوع نمیترسین که اگه یه حکومت بهش ما این قدرت رو بدیم که بیاد بگی که مثلا آقای حکومت شما چیزای غیر اخلاقی که به شدت غیر اخلاقی هستن مثلا همجنسگراستیزی نجاستیزی تیزی عقاید دینی که مثلا مسلمانها رو برتر میشماره یا مثلا یهودی ها رو برتر حساب میکنه جناب حکومت بیا اینا رو غیر قانونی کن چیزهایی که غیر اخلاقیه خب آیا شما احساس نمیکنین که یک همچین قدرتی رو به یه حکومتی دادن <applause> بسیار خطرناک خواهد بود و این در طولانی مدت هزینهش از هز سودش بسیار بالاتر نخواهد بود من فکر می کنم تا وقتی که جا... ریاهای جامعه بسته نشدن این تضارب آرا وجود داره احزاب سیاسی باز وجود دارن مجلس آزاد است انت... یعنی اعتراض آزاد است خب و آدم ها تو اون جامعه همه با هم برابر به طور برابر مشکل از همینه آزادی بیان... همین به یک نوعی از آزادی بیان رنگ میگن آقا ما در این جامعه تصمیم گرفتیم که اگر سخنی نجات پرستانه است و دیگر ستیزان است قرار یه عده از پروسه انتخاب حذف بکند ما ما اون جلوی اون مدل از بیانات وای میستیم این هنوز کاملا دموکراتیکه تا وقتی که ب... ب... تبدیل نشه به یک سیستمی که اصلا انتخاب رو فقط در دست خودش بگیره انتخابات دیگه مثلا تبدیل بشه به یک چیز فرمایشی این دیگه آزادی نه. بیان به طور کامل برای حتی نقد سیستم زیر سوال بره خیلی پیچیده است مسئله پیچیده ای این نکته من اینه که آزادی بیان رو نمیشود بی حد و مرز گذاشت یعنی بالاخره نه. یک سری از افکار و اندیشه ها هستن که باید باشون برخورد کرد چون میتونن باعث درد و و آزار و مشکل بشن یعنی اگر در جامعه ای که هیتلر توش رشد میکرد ه... آزادی بیان یک قوانین این مدلی داشت بود وریا جان بود نه 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 وریا جان اتفاقا بود جله هیتلر رو نگرفت خب نه اصلاً نه 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 قانونی رو شما که شما از نه قا... نه, نه. رو نه ببین اصلا و... بر... اصلا شما بریم پوستراشو نگاه بکنید اونا میومدن میگفتن که جلوی بیان ما رو دارن گرفتن خب زندانش کردن به خاطر بیانش اون به خاطر طرح ترور را به خاطر اینکه میخواست میخواست که حالا بیانش نه به خاطر به طور, کل ولی نکته اینه که اینها به ام... یک ممانی اندیشه فاسد غیر قانونی نشد که بگن آقا شما حق از برتری نژاد اینکه که آقا نژاد سفید برتر است بزنید ندارید این قانون اجرا شده بود بر... من قبول دارم که باید یه حد و مرزی باشه ولی حد و مرزی که شما قائل میشین بسیار بالاتر ببین موضوع که شما میگید تا وقتی که ما بتونیم اعتراض بکنیم خب مشکل همینه وقتی یه حکومت قدرتی نداشته باشه که بتونه بیا تعریف بکنه که چه چه عقایدی خطرناک هستن ما داریم در روی چیزی باز میکنیم که این اعتراض ها آروم آروم از ما گرفته بشه به خاطر که اعتراض های ما, ما من, در... دار... من, حکومت حکومت بب... نیست... من حکومت, قرار نیست حکومت قرار نیست بگه چی خطرناکه دیگه من دارم میگم حکومت حکومت که... حکومتی, شورت حکومتی, شورت حکومتی شورت... که شورت... ب... حکومتی که کسایی که تو حکومت هستن در نهایت بعضی هاشو میخوان بتونن تو قدرت بمونن خب ما اگه ب... بهشون این قدرت رو بدیم که بیان ب... 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 از لحاظ قانونی تعریف بکنن که چه چیز چه عقایدی خطرناکه و چه عقایدی و چه همین دیگه تفکیک یعنی همین که آقا شما قوه مجریه شما دخالت نمیکنه در انتخاب مثلا قوه قضاییه شما ش... یعنی شما یک نظام سالمی دارید که در این نظام سالم همینطور که که مثلا در انگلستان هست ما قانون داریم برای آزادی بیان شما حرفای ریسیسی نمیتونی بزنی ولی واقعا اینجا به دیکتاتوری دموقت... کشیده نشده ب... ب... خب ب... منم میتونم بگم آمریکا هم آ... آمریکا هم که اینا رو آزاد کرده فاشیستی نشده اتفاقا نه 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 دار... نشده آ... نشده ولی من فکر خب. میکنم فکر که یک عده این وسط به راحتی میتونه ولبینگشون خراب بشه اگر ما اجازه بدهیم که یه سری فاشیست جمع بشن دور هم تو خیابون مارش شما ما تو... شما, شما تو کشورهایی آر... که اینا رو غیر قانونی کردن مثل آلمان و فرانسه مشکل مثلا فاشیستیشون اتفاقا از آمریکا مقدار بیشتره خب مثلا تو سویدن و آلمان و اینا این عقای... ببین این عقاید و با غیر قانونی کردنشون ها که از من که نمیرن که اتفاقا رشدشون هم بیشتر میشه هم میرن زیرزمینی میشن خب هم آگاهیمون نظرشون کمتر میشه هم مبارزه باهاش اش این میشه اینجا ما در مورد پرگماتیک بودن داستان داره میگه چقدر عملیست این داستان درسته من دارم میگم آیا ما وقتی فهمیدیم یک ایدهی خطرناکه است پلید است ایجاد خطر میکنه آیا هنوز مجازیم بذاری من دارم میگم اگر ف... جامعه مشخصا اکثریت جامعه فهمیدن که یک نوعی از اندیشه دا خطرناکه و مسمومه مثل غذای فاسد میمونه اون موقع من فکر میکنم مشکلی نیست با محدود کردنش ولی وقتی آخه. که واقعا اگه... اگه خطرناکه اگه اتفاقا باید محدود نشه که بتونیم ببینیمش بتونیم باش مبارزه بکنیم شما ببینید عقاید خطرناکی رو اگه شما محدود بکنید کسانی که بهش اعتقاد دارن اه چیز میشن انزوا میگن بهش میگن انزو... منزوی میشن انز... خب این انزواشون باعث میشه که از جامعه جدا شدنشون باعث افراتی تر... شدنشون میشه ما اتفاقا کسانی که این عقاید خ... بد ما م... میل به این داریم که بگن که بشناسیمشون که بتونیم بریم باشون حرف بزنیم که بتونیم نظرشون رو عوض بکنیم اینا اگه حرف رو نزن... نتونن آزادانه این حرف رو بزنن ما اصلا یعنی ما نمیشناسیمشون که بتونیم بریم دنبالشون اینا باید بتونن جرات بکنن که حرفای خطرناکشون رو بزنن که ما ب... یه... یه... شانسی به ما بدین که بتونیم نظرشون رو عوض بکنیم اینا رو اگه از ما جدا بکنیم نظرین خفهشون بکنیم اینا همونجوری فقط با خودشون میرن حرف میزنن حرفای همدیگر هم همونجوری تایید میکنن نه تر و افراتی تر میشن بله بله حتما اگر یک عده ای در جامعه اون تعدادشون زیاد بشه که اینها سخنی دار یه بخشی از جامعه باشن یک ماینورتی بزرگی باشن که حرفی داشته باشن اون موقع که دیگه حتما نمیشه محدودشون کرد اصلا دیگه خلاف است اما تا وقتی که یعنی ما یک اندیشه ای رو فهمیدیم که این اندیشه غیر انسانیش ضد بس... بشری است و فاسده است و هم. این جماعت ما میبینیم که اصلا آقا انتشار این اندیشه ام... مشکل سازه به راحتی من فکر می میشه غیر قانونیش کرد حداقل بهشون اجازه این که میدیا درست بکنن اجازه اینکه حزب بدن اجازه اینکه تلویزیون بزنن ندیم خب و اگر هم میخوان برای یک همچین چیزی اجازه بگیرن م... کاملا امضا بدن و تعهد بدن که آقا انسان ستیزی نمیکنن دیگری ستیزی نمیکنن کاری د... ت... پراکندن نف... نفرت پراکنی نمیکنن من فکر می کنم خیلی عجیب نیست یعنی خب این مشکلی هم پیش نمیاد کما که در انگلستان تا حدی همین گونه است و جلوس درسته که جلوی کسی مثل تابی رابینسون رو گرفتن خب ولی نجات پرستا هستن رئیس حزب british national party bnp رسما گو آقا من نجات پرست نیستم ولی همه میدونن تامی تا میرابینسون تا به خاطر حرفاش زندانی نکرده ب ما به خاطر به حال مجموعه ای بود دیگه اعمالش این رفت جلوی تیم تشکیل داد بریتیش فرانت رو اینا تشکیل دادن رفتن جنگیدن یعنی یک نوعی از جهاد دستور جهاد داد آقا که یعنی مش، مشکل ساز شد و به خصوص به عنوان نجات پرست معروف شد من اصلا باش سمپاتی دارم و یعنی معتقدم که او اتفاقا خیلی جا حرفش درست بود میگفت آقا ما در مقابل یک کامیونیتی که به قوانین ما احترام نمیذاره داریم زیادی سکوت می کنیم درستم میگفت ولی نکته من اینه که حتی در انگلستان شما نجات پرست هم باشید و حرف نجات پرستانه یا تعابیر نجات پرستانه از حرف شما بشه کسی جلوتونو نمیگیره اما مشخصا نجات پرستی رو تبلیغ کردن نمیشود تمام که بی ان پی تمامشون نجات پرستن و اون رئیسشون نک نک سامثینگ بود اسمش آدم نمیاد که ایشون رسما یک نجات پرست بود اصلا همه میدونستان که آقا نجات پرسته اما نمیگفت که من نجات پرستم یعنی اعلام کردن این که من نژادی رو بر نژاد دیگه برتر میدونم من فکر می کنم میتونه جرم باشه مشکلی هم برای دموکراسی پیش نمیاد حالا باز میشه بیشتر صحبت کنیم Okay, okay. من اوز میخوام بری آرمین ببخشید اوز میخوام ما چون ریپلای اتاق احتمال داره بپره ما بیش از پنج ساعت اینجا هستیم آخ آخ اگر آره آره, آره، بری آره، بری عزیز به آرمین اگر سلام میدونید در باب همین موضوع ما یه روم جدا بذاریم همینجور صحبت کنیم بری آرمین باید. نمیدون اگر آره سلام بدونید در توی هفته یه با هم میکنیم که این مپس رو بریم چون مپس خیلی مهمی هم هست آه. با تایتل مشخص ده. عرض کنم که من فکر میکنم آرمین دیگه ما کم کم بله ببندیم بله آره حتما از همه دوستانم هم سپاسگزارم بازم تکرار میکنم آره میخوام بگم میخوام بگم ما دو تا اتفاق داریم بریا یه دونه هفته دیگه 23 مارچ روز جهانی ایتیسته نمیدونم خودم خبر داشتی یا نه که با همین لوگوی سبزنگی که رو پروفایل منم هست دوستان تو تلگرام جمهوری بی خدایان من این لوگو رو قرار میدم و تو اینترنت هم سرچ کنن خودشون هست ما این لوگو رو ما بسید پی انجی در آوردیم و کیفیت بالا هر کس خواست راحت بتونه رو بی خدا, خدا هم نیستین پردیم. به یک بی خدا روز آره. بی رو تبریک بگین لازم نیست بی خدا البته باشم. من ویدیوشو آره البته ویدیوشو من تا روز جمعه حاضر میکنم توی چیزم میذارم داخل شبکه هم قرار میدم توضیح میدم که الان به چیز بابا یه چیزی بگم من چون میدونم من و شاهینم یه اتاق دیگری همون روز دعوت شدیم که قرار در مورد همین صحبت کاش بشه هماهنگ که روی یک ساعت نیفتیم حداقل قبل و بعدش باشه که من هست... من برنامه رو گذاشتم رو بری رو پروفایل من یا چیز بذاری مشخصه حالا دیگه. آره نگاه کنیم حالا بازم با هم هماهنگ میشیم که مشکلی پیش نیاد بعد عرض کنم خدمتش که به این عرض میکردم که لوگو رو حتما در اونجا قرار میدن تا روز جمعه من جمعه از شهر سعی میکنم هم آماده بکنم که اون به حساب و اون دوستان چه کسایی میتونن تو این قضیه شرکت کنن به چه صورتی میتونن شرکت کنن حالا در اون ویدیو یک دقیقه دو دقیقه حتما همه رو ذکر میکنم این مورد مال هفته دیگه است که روز چهارشنبه است سوم فروردین ماه 23 مارچ و همون هفته این هفته بعدش تقریبا ما دو هفته دیگه 26 مارچ روز شنبه ساعت 11 به وقت اروپا و اگر, اگر ساعت ها تغییر کنه که من نمیدونم به چه صورتی هنوز اما ساعت 11 به وقت اروپا ما یه مناظره خیلی خوب و شنیدنی و دیدنی چون در یوتیوب هم این پخش میشه عملا این برنامه در یوتیوب است که در کلاب هاوس ما ها پخش میکنیم یه مناظره است بین آرمین و ولیای عزیز در باب ارز کنم که گیاخاری و گوشتخاری فکر میکنم مناظره خیلی جذابی هم خواهد شد بعد وریا اون مورد سومم من بگم وریا تو اردی بهش ما تو اپریل یه برنامه چ... چیز گفتگو با چهار چهار آتیست هم دارید آره, آره آره خیلی آره ممنون خوب شد یادت بود مرسی, مرسی آره فقط یادم ششم اپریل بود اگه اشتباه نکنم درسته؟ حالا میدونم بذار حالا من خودم تاریخش رو خودم 6 ششم اپریل اگه اشتباه نکنم یک گفتگویی هست چهار تا ایتیست. از عزیزان آرمین نبابی وریا عرفان کسرایی عزیز و زئوس که در کلاب هاوس هم این برنامه اجرا میشه اون برنامه هم دست ندید یعنی یه اتفاقای خیلی خوبی داره هم, هم داره ها. آره جان لایو یوتیوبم داره یعنی من 100 درصد آره 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 100 درصد 100 درصد 100 درصد همینجاست منظوری که تو کلاب هاوس هم هست در یوتیوبم هست